با سلام خدمت همه دوستای عزیزم. من شیما معتمدی هستم. به مجموعه آموزش زبان انگلیسی من خوش اومدید. Hello guys, my name is Shima Motamedi and let's start to learning English. خب دوستان تو ویدیوی قبلی آموزش اجزای صورت و دست رو داشتیم. حالا تو این ویدیو که ابتداش جنبه یادآوری داره میخوایم یه بار دیگه مرور کنیم چیزایی رو که تو گذشته یاد گرفتیم و در انتها آموزش تکمیلی اعضای بدن رو داریم. خب دفتر و قلماتون رو آماده کنید که نکات رو یادداشت کنین چون میخوایم خیلی سریع بریم سراغ یادگیری. اوکی. شروع میکنیم. در ابتدا میخوایم یه چیزی رو یاد بگیریم که head میشه کل سر. پس کل سر میشه head. head و صورت میشه face. احتمالا خیلی زیاد شنیدی مثلا میگن میخواییم face to face صحبت کنی face. خب حالا این قسمت دیگه میشه مرور. forehead تو ویدیو قبلی گفتیم میشه پیشانی. eyebrow میشه ابرو. eye میشه چش. ear میشه گوش. nose میشه بینی. cheek میشه گونه. mouth میشه دهان. tooth میشه دندان. خب دوستان هممون میدونیم که جمع tooth میشه teeth. میشه teeth. تو ویدیو قبلی نوع نوشتن تیث رو نوشتم که خب حالا برای اینکه یادمون بمونه این دبل او تبدیل میشه به دبل ای. پس توث مفرده و تیث جمعه. توث میشه دندان. توی این ویدیو یه چیز دیگه رو میخواییم به صورت اضافه کنیم که تان هستش، یعنی زبون. تان. لیپ هم که میشه لب و چین میشه چونه و نک میشه گردن. خب حالا بریم سراغ چیزای جدید. شولدر میشه کتف، شونه. احتمالا همتون شامپوهای هد اند شولدر رو دیدین. هد اند شولدر. کتف شونه. بک میشه قسمت پشتی. بک هممون احتمالاً شنیدیم مثلا میگیم دکمه بک رو بزنیم. بک یعنی پشت. ویست میشه کمر، این دور کمر رو هم میگن ویست. ویست. اوکی. خب هند میشه این قسمت. هند یعنی دست، یعنی از کتف تا مچ رو نها، فقط این قسمت دست، یعنی کف دست به همراه انگشتان. پس این قسمت میشه هند. فینگر میشد انگشتان، یعنی فینگر میشه انگشت و فینگرز میشه انگشتان. و نیل که میشه ناخون که تو ویدیو قبلی هم هست. پس چی شد؟ شد شولدر یعنی کتف، شانه، بک قسمت پشتی، waist کمر، hand میشه این قسمت، finger میشه انگشت و fingers میشه انگشتان. arm میشه این قسمت دوستان. arm یعنی بازو. elbow چی میشه؟ میشه آرنج. arm و elbow. یه بار دیگه arm و elbow. اوکی. خب بریم سراغ پا. کل پا به این قسمت میگن leg. 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 اوکی. و این قوزک پا میشه ankle. ankle. این پشت پا
بهش میگن هیل، پاشنه پا، هیل. توی جانوران به پاهای عقب هم میگن هیل. و یه جای دیگه هم که استفاده میشه توی جورابه، که پاشنه جوراب رو هم بهش میگن هیل. هیل، پس هیل شد پاشنه پا. خب یه بار دیگه بیاین این طرف. لگ شد این قسمت. لگ، کل پا رو بهش میگن لگ. زانو رو بهش میگن نی. این کاش خونده نمیشه، دقت کنید، نی. و فوت، فوت مفرده دوستان، همونطور که اینجا گفتیم توس مفرده، فوت هم مفرده. فوت به معنی پا هستش که دیگه هممون به خاطر کلمه فوتبال که شنیدیم میدونیم فوت پا هستش و فوت مفرده. و حالا اگه فوت بخواد جمع بشه مثل توس که دبل او داشت تبدیل میشد به دبل ای، فوت هم تبدیل میشه به فیت، یعنی دبل ای میشه. تو میشه انگشتان، تو میشه انگشتان یا پنجه پا، توی مهره داران هم بهش میگن پنجه پا. درست شد؟ یه بار دیگه تکرار کنیم. لگ، نی، فوت، تو. لگ شد این قسمت کل پا، نی شد زانو، فوت شد این قسمت پا، و تو که شد انگشتان یا پنجه پا. خب حالا بیایم سراغ این قسمت بعدم. چست میشه سینه، میشه سینه. چست، چست، چست. اوکی، پس چست شد سینه. و استامک، استامک میشه شکم. البته به معده هم استامک میگن و به شکم بلی هم میگن، ولی تو عامیانه هم استامک میگن هم بلی. پس شکم شد استامک، استامک. حالا میخوام یه سری چیزا رو اضافه کنم که تو این تصویر نتونستم بهتون نشون بدم. اگر دوست داشتین بعداً تو ویدیوهای بعدی اضافهش میکنم. مچ دست رو البته قبل از همه چی بیاییم مرور کنیم که تو این ویدیو نیاوردم ولی تو ویدیوهای قبلی هست. مچ دست میشه rest، rest. درست شد؟ اوکی. حالا این قسمت پا، روی پای استخون پا، این قسمت رو بهش میگن شن، شن. ساق پا، این قسمت رو بهش میگن شن، S-H-I-N، شن. این ماهیچه پشت پا هست، ماهیچه ساق پا پشت پا رو بهش میگن کف، C-A-L-F، که الش خونده نمیشه، کف. و ران پا که بهش میگن thigh، thigh. یه بار دیگه این ستا رو مرور کنیم. thigh میشه رون پا، T-H-I-G-H، thigh. ماهیچه پشت پا که میشه calf، C-A-L-F، که الش خونده نمیشه. و این قسمت روی پا، ساق پا، که بهش میگن shin، S-H-I-N. درست شد؟ خب دوستان یه بار دیگه بیام یه مرور کلی داشته باشیم، یه جمع‌بندی کنیم و شروع کنیم جمع‌بندی رو. اوکی. head شد سر، face شد صورت، eyebrow ابرو، eye چشم، ear گوش، nose بینی، check گونه، lip لب، chin چونه، tongue زبان، mouth دهان، tooth، tooth شد دندان، و teeth
که دبل ای میشه به جای دبل او، میشه دندان ها و فورهد پیشانی. هیر میشه مو، این رو هم میدونستیم. نک میشه گردن. شولدر میشه شونه، که یادمون باشه مثل شامپوی هد اند شولدر، یعنی سر و شونه، سر و کتف. بک میشه پشت. ویست میشه کمر یا دور کمر. هند فینگر، و مجموعش میشه فینگرز. آرم بازو. البو آرنج. انکل میشه قوزک پا. هیل میشه پاشنه پا. چست میشه سینه. استامک میشه شکم. لگ کل این قسمت پا. نی میشه زانو. فوت که مفرده و جمعش از دبل او تبدیل میشه به دبل ای میشه فیت. و تو شد پنجه پا، انگشتای پا، تو. و سه تا مورد رو که اضافه کردیم که توی این ویدیو نیست، یعنی ننوشتمش، ولی خودتون اضافهش کنید. ران میشه thigh، thigh، و مایچه پشت پا که گفتیم میشه calf، calf، که الش خونده نمیشه. و این قسمت روی ساق پا که بهش میگن shin، shin. خب دوستان، آموزش امروزمون تموم شد. امیدوارم خوب یاد گرفته باشین. اگه جایی رو فراموش کردین دوباره ویدیو رو مرور کنین. لطفاً اگر دوست داشتین برای دوستاتون شیر کنین و اون دکمه سابسکرایب پایین رو بزنین. ممنون و متشکرم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.